بچه ها چطوری؟ اینجا مهادلیم و خوش اومدید به یه آموزش دیگه از آموزش‌های بازسازی با یونیتی. تو این ویدیو می‌خوایم کار بکنیم که بتونیم پلیری که شخصی‌سازی کردیم و همونجوری دوست داشتیم درستش کردیم رو ببریم داخل صحنه بازیمون، لودش بکنیم داخل صحنه بازی و ازش استفاده بکنیم. چند وقت پیش من تو این ویدیویی که الان کشیدم بالا هست یک سری ویدیویی که داخلش شما یاد دادم که چجوری می‌تونیم یک پلیری رو شخصی‌سازی بکنیم، رنگش رو تغییر بدیم، اسلحه‌ش و نوع دهن چش اینا رو همه تغییر بدیم. و بعد توی این ویدیو در ادامه اون ویدیو سری ویدیوها توی این ویدیو می‌خوایم اون پلیرمون رو ببریم داخل بازیمون ازش استفاده بکنیم و ببینیم که چجوری می‌تونیم پلیرمون رو داخل یک سینه دیگه لود بکنیم بدون اینکه این تنظیمات به هم بریزه. البته یکم هم صدام گرفته دیگه، خلاصه خودتون ببخشید. پس ما کلا توی این ویدیو می‌خوایم کاری کنیم که پلیرمون داخل صحنه بازیمون لود بشه. و یه چیز دیگه هم این بود که شما ازم پرسیده بودین چجوری می‌تونیم به عنوان مثال انمی‌هامون رو لود بکنیم، که اونم حتما داخل این ویدیو یاد می‌گیریم که چجوری تعداد انمی بدیم و همون تعدادی که میخواییم انمی داخل بازیمون لود بشه. پس خیلی سریع اینترو دیگه طولانیش نکنیم، البته شما باید لایک و کامنت و سابسکرایب و یادتون نره و حتما اینا رو انجام بدیم که حمایت خیلی 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 بزرگیه. و دیگه خیلی سریع بریم داخل ویدیو، لیتس گو. خب آقا ما اینجا پروژه‌ای که از قبل داخل این ویدیو که لینک کشیم بالا هست رو از قبل آماده کرده بودیم رو اینجا داریم و داخل این پروژه ما میتونستیم دهن و مثلا چشم و نوع اسلحه پلیرمون رو تغییر بدیم و هر شکلی که بخوایم رنگش هم حتی میتونیم تغییر بدیم. یه منوی شخصی سازی کاراکتر بود که بتونیم یه کاراکتری بسازیم که همونجوری که دلمون می‌خواد باشه، که اگر هم ویدیو ندیدید لینکش داخل دیسکریپشن هست، البته لینکش هم این بالا اومد، میتونید برید این ویدیو تماشا کنید که یاد بگیرید چجوری میتونیم همچین سیستمی رو بسازیم. همین سیستم رو داره، یعنی اون ویدیو رو برید تماشا کنید. و ادامهش اومدیم اینجا و فقط یه تغییرات کوچیکی دادم که اینجا یه دونه کاراکتر ساختم که یک امتی آبجکته که فقط این اجزای پلیرم رو ریختم داخلش، یعنی سر و صورت و دهن و اینا رو همه ریختم داخل کاراکترم که به این شکل کاراکتر ما میشه همون پلیر من یا حالا پلیر شما، هیچ فرق نمیکنه، که به این شکل یک کاراکتر کاملا جداست که میتونه حالا برای من هیچ کد و هیچ به عنوان مثال هیچ نداره، ولی خب برای شما میتونه داشته باشه، برای من نداره. پلیر شما سیگ بالاخره هر چیزی برای خودتون داره. بالاش هم میدونه کاستومایزش کاستومایز منیجر داریم که اینجا چنج کالر مخصوص همون تغییر رنگ هاست که همه رو توی اون ویدیو قبلی گفتیم و سه تا هم آبجکت داخلشه، اینا رو تغییر دادیم. میتونید مثلا بچینید و اینجا یه دونه چنج پارت برای چشمش هست، اون بالایی برای دهنش بود و اینم برای اسلحه‌اش هست که هر کدوم اسلحه و چیزای دیگه‌شو تغییر میدن. و اینم کدیه که نوشته بودیم، فقط یه تغییر کوچولو دادن داخل این کد که اینجا من یه دونه پابلیک ترانسفورم پرنت رو اضافه کردم به این کد نسبت به ویدیو قبلی، یه دونه اینو اضافه کردم و بعد پایینش هم نوشتیم که این گیم آبجکت جدیدی که ساختی به مثلا این چش جدیدی که ساختی رو ببر بنداز داخل کاراکترمون، پرنتش ببر بنداز داخل اونجا چون برای مخصوص کاراکتره. پس میاد میندازه داخل این کاراکتر چون کاراکتر همون پرنتشه. پس به این شکل میده جزو چارت های این و میشه همون پلیر ما. اینجوری پلیر ما کامل میشه، همونجوری که دلیمون میخواد اینو شخصی سازی میکنیم. و بعد میریم حالا دنبال این که بدونیم چجوری میتونیم حالا این پلیر رو داخل بازیمون لود بکنیم و ازش از همین پلیری که کاستومایز کردیم استفاده بکنیم. اول از همه بریم سراغ یه موضوعی که از من پرسیده بودی و گفته بودی چجوری میتونیم چند تا انمی داشته باشیم و خود پلیر بگه که چند تا انمی داشته باشیم. من اینجا یک فیلد آماده کردم که داخل این فیلد ما میتونیم بنویسیم که چند تا انمی میخوایم، که اینجا اول از همه که بخوام توضیح بدم تکست معمولی دیگه که برای ساختنش هم میتونید، الان من اینو گذاشتم، برای ساختنش هم میتونید به قسمت یو آی بالا تکست رو بزنید، تکست برای شما میسازه که داخل تکست هم من نوشتم حالا بادی کالر، فونت سایزش گذاشتم 40، خودم بولدش کردم که پر رنگ بشه. و پایینش هم میدونید اینپوت فیلد دارین که اونم همون میدید داخل یو آی و اینجا یه دونه اینپوت فیلد میسازید که این فولد بیت همون فیلدیه که قرار ما داخلش عدد رو وارد بکنیم، که یه دونه اینجا عدد داره که همونطوری من اینجا نوشتم نام، شاید برای شما نوشته باشه اینتر با سه تا نقطه فکر میکنم، که من اینو تغییرش دادم به نام، یعنی همون نامبر مخفف نامبر کرده. سایزش هم من برای شما ممکنه کوچیک باشه، من سایزش هم تغییر دادم بزرگ کردم و آوردمش روی وسط. و اینجا هم نوشتم نام که نام بنویسه و تکست پایینش هم تکستی که قراره داخل بازی نوشته بشه، یعنی کجا، یعنی اینجا. ببینید این تکست رو اینجا ما داریم، هر چیزی داخل بازی بنویسین در اصل اینجا میاد. مثلا من مثلا صد، یعنی نام رفت و صد اومد جاش. دقیقاً هم الان بازم الان پلی میکنم با هم دیگه ببینیم. و این داخل این ما میتونیم عددی که میخوایم چند تا انمی داشته باشیم رو بذاریم. البته من اینم یادم رفته بود که این بادی کلر نیست، این انمی دیسپلی تکسته که اسمش رو تغییر دادم. و اینجا به جای بادی کلر خب قطعا باید بنویسیم که نمبر اف انمیز، یعنی تعداد انمی های ما، که خب به این شکلی هم گذاشتیم. و اینم مثلا بسازید بچینید و تست بکنید که ببینید چجوریه. ببینید من وقتی میزنم روش میتونم عدد تا 1000 رو، من یه اندازه‌ای ویتو هایدش رو یه اندازه‌ای کردم که تا 1000 میتونم داخلش بنویسم
و همچنین من به جز عدد چیزای دیگه هم میتونم واردش بکنم، که حالا میریم الان با هم دیگه کار میکنیم که به جز عدد چیز دیگه نشه وارد این کرد، و یه موقع هم عددمون بیشتر از یه عددی بیشتر نشه که مثلا انمی هم دیگه خیلی زیاد نشه. یه دونه انمی منیجر میسازم که بتونیم داخلش این کار رو انجام بدیم و اساینش بکنم به همین کاستومایز منیجر و میریم داخلش که بنویسیم. آره، اصلا به همون فیلدمون احتیاج داریم که بعد میسیم پابلیک اینپوت فیلد، که خب چون به نیم اسپیس یو آی احتیاج داریم من اینو نصفه میذارم میام بالا یوزینگ یونیتی انجین دات یو آی دات یو آی، حتی انجینشون ننوشتم انجین یو آی. خب الان اینجا اینپوت فیلدمون رو میخوایم، همون اینپوت فیلدی که اونجا داشتیم، و اسمش هم به مرتبه همون میذارم فیلد، یا حالا هر اسمی که خودتون دوست دارید، من اسمش گذاشتم فیلد. و خب پایین ترش میبینیم داخل متد آپدیت که هر لحظه بیام کاری کنیم که عددمون بیشتر از یه مقدار نشه و دیگه چیز دیگه هم داخل اونجا ننویسه، که ایف میذاریم که فیلدمون قسمت تکستش که الان بتونه نشون بده قسمت تکست یعنی کجاش مخالف مساوی خالی بود، این همون نال، نال ننویسید، بهتر جدا دابل کوتیشن خالی بذارید. تکست یعنی این قسمت، این قسمت تکست یعنی همون جایی که قرار ما پرش بکنیم، 10 بذاریم یا 100 بذاریم، همین قسمت. اگه این قسمت خالی نبود یعنی یه چیزی حتما داخلش بود، یه عددی یه چیزی داخلش بود، دوباره به پایینش ایف نویس که اگر دوباره فیلد دات تکستمون اینو تبدیلش کردیم به عدد با یه دستوری به اسم int دات پارس، اینو تبدیلش کردیم به یک عدد. چرا؟ به خاطر اینکه فیلد دات تکست یک استرینگه و ما استرینگ نمیخوایم، عدد میخوایم، پس با دستور int دات پارس ما اینو تبدیلش کردیم به یک عدد. اگه داخلش بنویسید 50 استرینگه یعنی یک تکسته، اینو ما تبدیلش میکنه به 50 عددی. و من اینجا 50 گذاشتم چون دوست ندارم که انیمیام بیشتر از 50 تا باشه. حالا شما نسبت به بازی خودتون میتونید تعداد انیمی خودتون رو بذارید هر جوری که حالا دوست دارید. من 50 تا بیشتر انیمی نخواستم، میتونید بذارید 100 10 هر عددی که خودتون نسبت به بازی خودتون میدونید. من 50 گذاشتم به عنوان مثال که دیگه بیشتر از 50 ما انیمی نداشته باشیم. و اینجا میدونه ایف مینویسیم، البته ایف نمیخواد دیگه، بعد همون فیلدمون رو دیگه کاری کنیم که بیشتر از 50 نشه دیگه. وقتی بیشتر از 50 شد بیا بکنش 50. یعنی اون ایف باعث میشه که اگر تکست ما عددی که داخلش هست بیشتر از 50 شد یا بیشتر از 100 شد، بیا و داخلش بنویس 50 یا 100 به صورت استرینگ بنویس، که دیگه بیشتر از اون نشه. اگه ما بنویسیم 101 به طور خودکار میشه همون 100، اگه بنویسیم 200 که خب میشه 100، بیشتر از اون عددی که میخوایم نمیشه. خب بریم یه دور تست بکنیم، فقط برای تست کردنش از اینم باید بهش اسایم میکنیم اینپوت فیلدمون رو، اینم بهش اسایم میکنم و خب الان پلی بکنیم. الان من داخل اونجا میسم 10، درسته یه صفر که بذارم میشه 50، یعنی همون لحظه میشه 100، 100 بزرگتر از 50 و میکنتش 50. یه ایراد اینجا گرفت که البته این برای قبل بود. خب الان به عنوان من اینجا یه عددی که دیگه بنویسم، میسم 20، یه صفر بذارم عوض 200 میشه 50، چون دیگه اجازه نمیده من بیشتر از 50 داخل این بنویسم. خب پس درست شد همونجوری که میخوایم شد، و اینجا دوباره من میذارم 51، بازم نشد، همون شد 50، بالاخره اجازه نمیده که بیشتر از اون عددی که شما میخواهید بشه. خب اینم از این. و فقط بریم یه چیز دیگه برای لود کردن، یه دونه دکمه است که خب دیگه دکمه است دیگه. اینجا شما میاد قسمت یو آی یه دونه بادن میسازید، بادن که اینجا من حالا اسمش رو تغییر دادم به استارت بادن، و اینجا اگر ویدیوهای داشتم کردم 500 و 100 که یه خورده بزرگ بشه، و داخل تکستش هم که توش هست نوشتم سیو اند استارت دی گیم، یعنی سیو بکنه و بازی رو استارت بکنه، که البته برای سیو و لود کردن من ویدیو دارم، لینکش رو براتون میتونید سیو بکنید. اینجا فقط استارت گیم رو ما با هم دیگه یاد میگیریم که چجوری این پلیری که کاستومایز کردیم رو ببریم داخل بازیمون بدون اینکه تغییری ایجاد بشه. خب دوباره میریم داخل همون انمی منیجر، و نیاز داریم به یک متدی که موقعی که بازی استارت میخوره بیاد بگیره ببینه چند تا انمی ما نوشتیم و همون تعداد رو برای ما اینستنشیت بکنه بذاره داخل بازیمون. پس یه دونه متد نوشتم پابلیک وید استارت گیم، که داخلش می‌نویسیم که اگر یه موقع یه درصد اون فیلد ما خالی بود، یعنی یوزر فیلد رو پر نکرده بود، یادش رفته بود، یا هر چی خالی بود، یعنی مساوی دو تا دابل کوتیشن خالی بود دیگه، اینجوری بود بیا بکنتش یک، یا میتونیم یه کاری کنیم که اصلا بازی شروع نشه تا وقتی پر نکرده، یعنی میگیم اگر اینجوری خالی بود اصلا ریترن کن، اصلا بازی شروع نکن، یا به این شکل باشه، یا به این شکل که اصلا مثل من بنویسید یک، یعنی اگر هیچی داخلش نبود بکنتش یک و یه دونه انمی بیاد داخل بازی، حالا هر جوری که خودتون دوست دارید. و بعدش اینجا دارم گیت کامپوننت میکنم، البته اینو بعد بعدا مینوشتم، من یه خورده زود نوشتم، اشکال نداره، گیت کامپوننت میکنیم و چنجینگ کالر رو میگیریم، چون چنجینگ کالر چیز اصلیه، حالا دیگه ادامهشو نمیسم چون بعد داریم داخل چنجینگ کالر میام اینجا. و اول از همه فیلدهایی که نیاز داریم رو برای لود بازی مینویسیم. این همون کلاسیه که کلاس مین و اصلی منه، که میخوام داخل این کاری بکنم که تغییر بکنه و مثلا انمی ما از بین نره، سینمون تغییر بکنه و اینا. که اول از همه گیم آبجکت می‌خوایم، خود کاراکترمون رو می‌خوایم، که همون گیم آبجکت بود که داخل یونیتی بهتون نشون دادم. و بعدش هم ترانسفورم
انمی پرنتامون یه دونه آبجکت قرار داشته باشیم که همه انمی ها برن زیر شاخه اون، برن جزء چایلد هاش که دیگه از بین نرن، و یه دونه گیم آبجکت دیگه همش هم به صورت پابلش بنویسید، انمی پریفاب، پریفاب انمی هامونه که بتونیم از روش اینستانشیت بکنیم، و یه پابلیک دیگه ولی به صورت هاید که اسمش هم می‌ذاریم پابلیک اینت به عنوان مثلا انمیز، تعداد انمی هامونو می‌خوایم بنویسیم داخل اینت. اولی که همون کاراکتر ما بود که بهش میدیم گیم آبجکتمون رو و کاری می‌کنیم که موقع لود شدن سین از این نره. دومی هم دوباره پرنتمون بود که هم می‌خوایم انمی ها رو بریزیم داخلش، هم می‌خوایم کار کنیم که از بین نره. سومی پریفب انمی هامون بود که بدونیم ازش اینستنشیت بکنیم، و آخری هم که تعداد انمی هامون بود که بدونیم چند تا انمی باید اینستنشیت بکنیم، که داخل اینجا میایم دات انمیز رو میگیریم، چون این متد میدونه که چند تا باید انمی داشته باشیم، پس دات انمیز رو میگیریم و مساویش می‌کنیم با فیلد دات تکست. ولی چون این فیلد دات تکست یک استرینگ هست، با توجه به اون دستوری که بهتون یاد دادم اینت دات پارس، اینو تبدیلش می‌کنیم به یک عدد یا همون اینتیجر اینت. و خب بعد از این نیاز داریم که این دوتا کاراکترمون رو به همراه همین گیم آبجکتمون یک کاری کنیم که موقع لود شدن سین از بین نرن. یه دستوری هست مثل don't destroy on load، اصلا خیلی هم آسونه، و داخلش می‌نویسیم this، یعنی من آبجکت منو وقتی که سین داره لود میشه از بین نبر، به همین آسانی تمام شده رفت. یه دونه دیگه برای کاراکترمون don't destroy on load، چیو don't destroy on load کنن کاراکترمون رو، کاراکتر، و دوباره یه دونه دونت سرون لود دیگه که برای همون انمی پرنت بود، همه شامل همه انمی هامون میشه دیگه، دات گیم آبجکت، چون من زدم دات گیم آبجکت به خاطر اینکه بالا ترانسفورم داریم نه گیم آبجکت، برای همین نوشتم دات گیم آبجکت. خب بعد از اینکه اینا همشون دونت سرون لود شدن، ما میایم پایین تر که بتونیم یک متدی بسازیم که بیاد و سین ما رو ببره داخل، یعنی سین جدید ما رو لود بکنه، سین بازی ما رو، و یه کاری کنه که انمی هامون بیار اینا از بین نرن و خلاصه اینجور چیزا، که دوباره به همون اسم استارت گیم میذارم این متد رو هم. و اولش میایم کاری میکنیم که اول از همه چایلد های این آبجکت ترانسفورمشون فالس بشه. میخواستم دیستروی بکنم ولی خب من دیستروی نمیکردم، شما میتونید دیستروی بکنید. من همه رو گت چایلد میکنم، چایلد اولام رو دات گیم آبجکتش رو دات ست اکتیوش رو فالس بکن که خاموش بشه. چرا؟ حالا الان بهتون میگم، میریم داخل یونیتی بهتون میگم. اینجا داخل کاستومایزیشن منیجر ما سه تا چایلد داره که این سه تا چایلد وقتی که من برم داخل گیم همه چیزاشون رو از دست میدم و ممکنه که ایراد برام پیش بیارن، برای همین من اینا رو فالس میکنم که اگه یه موقع این فیلداشون از دست دادن هیچ ایرادی پیش نیاد. در حالی شما میتونید دیستروی بکنید چون دیگه اونجا ما به هیچ کاستومایزیشن احتیاج نداریم، ولی حالا من سه تا اکتیوش رو فالس کردم، میتونید حالا اگه دوست دارید دیستروی بکنید. و بعدش اینو گت چایلد میکنیم 0 1 2، یعنی همون 1 2 3 سه تا چایلدمون رو فالس کردیم که حالا میتونید دیستروی بکنید. و بعدش هم میایم دوباره همون انمی منیجرمون میگیریم و متد استارت گیمش رو صدا میزنیم که بیاد به ما بگه که چقدر انمی داریم. پس گت کامپوننت میکنیم، انمی منیجرمون رو دات استارت گیمش رو میخونیم که بیاد به ما بگه چقدر انمی داریم، که ما بدونیم که چقدر باید انمی اینستنشیت بکنیم. میاد داخل این متد و این کارا رو انجام میده و بعدش ما میدونیم که چند تا انمی خواهیم داشت. و حالا اینجا میام یک فرم مینویسیم که با استفاده از این فرم میخوایم همه انمی هامون رو اینستنشیت بکنیم. یک اینت به اسم آی که مساوی با صفره تا وقتی که آی کوچکتر باشه از انمی هامون انمیز، و در آخرم که آی پلاس پلاس، یعنی آی رو یه دونه بهش اضافه بکن. و خب اینم از فرمون که داخلش هم می‌نویسیم که یه دونه گیم آبجکت جدید بساز و بعدش اینو استنشیت بکن. یه دونه گیم آبجکت جدید می‌سازیم، اسمش رو مثلا می‌ذارم از جیش باید بزرگ باشه، اسمش رو مثلا می‌ذارم انمی کلون، انمی کلون، و اینو مساویش می‌کنیم با چی؟ با این استنشیت کن. از چی باید این استنشیت کنه؟ از پریفاب انمیامون، انمی پریفاب، انمی پریفاب. و خب این از این. بعدش البته این پوزیشن و روتیشن هم می‌خواد که فعلا نمی‌نویسم، الان دو دقیقه بعد بهتون میگم چرا ننوشتم، یه خورده سخت‌تر اونا. انمی کلونمون رو بعد از اینکه اینستنشیت شد باید بریزیمش داخل اون پرنتی که داشتیم، یعنی دات ترانسفورم میکنیم دات ست پرنت میکنیم. پرنتش چیه؟ انمی پرنتمون که میره زیر شاخه اون، و دیگه اگر اون دیستروی نشه این هم دیستروی نمیشه موقعی لود کردن سین. و خب حالا بریم بالا ببینیم که این پوزیشن رو چجوری باید بنویسیم. این پوزیشنش نسبت به بازی خودتونه، حالا خودتون نسبت به بازیتون سه بودی دو بودی هر جوری هست میتونید پوزیشنش رو فعال بکنید که کجا باشه. میخواد یه جوری مشخص همه انمی‌ها بیان یا به طور رندوم بیان یا هر چی، من حالا به طور رندوم میذارم چون پوزیشن خاصی ندارم و بازی اصلا خاصی ندارم، حالا به طور رندوم میذارم، یعنی ایکس و ایگرگ و زد همش رندوم، که یه جایی به عنوان رندوم انمی من اینستنشیت بشه حالا بیاد با پلیر من بجنگی، که چون خیلی طولانی میشه من مادم خط بد نوشتم نیو وکتور 3 که ایکسش میشه رندوم دات رنج به عنوان مثال از میتونیم از منفیه، چون هم باید منفی باشه هم مثبت، دیگه از منفی 5.5 بدم که دیگه از صفحه ما خارج نشه تا مثبت 11،
که دیگه از صفحه ما خارج نشه، بتونیم ببینیم همه رو. و بعدش هم دوباره برای ایگرکش هم همینطور، رندوم دات رنج برای بالا و پایین، پایین ترین حدش میشه -4 و بیشترین حدش هم میشه 4.5. و بعدش هم زده که 0 میذارم زد رو به این شکل. و البته الان یه خطایی هم گرفت کنم، یه پرانتز اشتباه گذاشتم، ببینیم اینجا یه پرانتز رو. خب نه، پرانتز اینجا باید باشه. چرا اشتباه میگیره برای ما؟ آها، دلیلش اینه که خب ما پوزیشن دادیم، قطعا باید روتیشن هم بدیم دیگه. پس این روتیشن هم اینجا باید بذاریم که من یه دونه ویرگول میذارم. و بعدش هم چون روتیشن من خالی میخوام، میذارم کواترنیون دات آیدنتیتی، چون هیچ روتیشنی نمیخوام و فکر کنم شما هم هیچ روتیشنی قطعا نخواهید. حالا نسبت به بازی خودتون اگه میخواید روتیشن هم بهش بدید. روتیشن هم خالی گذاشتم و بعدش دیگه باید همه اینا انجام شده، باید سینمون رو لود بکنیم که ما نیاز داریم به نیم اسپیس سین منیجمنت، که اینجا می‌بینیم سین منیجمنت خالی که نمیشه. unityengine.scenemanagement، بله به این شکل. و بعدش میام این پایین که بتونیم سینمون رو لود بکنیم، که دستورش هم میشه سین منیجر دات لود سین بکن. چه سینی رو لود بکنه؟ حالا یا میتونید عددش رو بگید یا اسمش رو. من اسمش رو می‌نویسم که اسم سینما گیم هست، اینم می‌نویسید. و خب برای داخل یونیتی که اینا رو بهش اسامی می‌کنیم، اول از همه کاراکترمون رو می‌خواد. البته من اول از همه سینما رو به شما نشون بدم، یعنی سین گیم دارم که اگه من داخلش البته اینم سیو بکنیم، یه سین کاملا خالیه، فقط علکی یه دونه بک‌گراند و اینا دادم که فقط یه سین خارج از سین قبلیمون باشه که من به شما یاد بدم موقع لود کردن سین حالا باید چه کاری انجام بدیم. کاملا خالی بود اون سین. و الان اول از همه کاراکترمون رو میخواد که این آبجکت من بهش میدم. انمی پرنت رو میخواد که یک آبجکت جدید باید بسازیم که اسمش رو میذاریم انمی پرنت، انمیز پرنت، که ترانسفورمش هم من ریست میکنم که بیاد نقطه وسط بیاد. و خب این هم الان بهش اصلا میکنیم. چیز بعدی که میخواد انمی پریفب، که من از قبل آماده کردم، خیلی چیز خاصی نیست، همون پلیر همه، فقط رنگش رو قرمز کردم همین که معلوم بشه انمی. اینا به این شکل، هیچ چیز خاصی نداره. اینو حالا انمی شماست که بهش اثر می‌کنید. فخوام همش کامل شد. تنها چیزی که میمونه اینه که دکمه بابت کار بکنید. مثلا به دکمه اونم بگیم که چیکار باید بکنید. کاستومایزیشن منیجر بهش میدم. توی کاستومایزیشن منیجر میره داخل چنجینگ کالر و استارت گیم رو میزنه و بازی شروع میشه. خب بریم تست بکنیم. الان بازی رو پلی می‌کنم و با من مثلا رنگ سرمو می‌خوام بکنم زرد، رنگ بدنمو می‌کنم آبی. اینا رو می‌بندم و این آخرین اسلحه رو میخوام. چشم هم میخوام این شکلی باشه، دهن هم به مورد مثلا این شکلی باشه و میخوام به مورد سه تا انمی داخل بازی باشه. استارت میزنیم و بله، الان رفت اون یکی سینما، پلیرمان همون شکلیه و سه تا انمی داخل بازی داریم. پس کاملا داره درست کار میکنه. و اینجا هم یه دونه پنل ایجاد شده به اسم دونت شون لود، که این سه تا آبجکت اون داخل اون پنل هستن که اینا موقع لود شدن سین از بین نمیرن. یه بار دیگه هم تست بکنیم که اینجا حالا من اینجا میذارم تای تایش دیگه 50 بود و استارت میکنیم بازی رو، که البته اگه من این رو دو استارت بکنم، حالا پلیرم هیچ تغییری نداده. الان هم توی ببینید 50 تا پلیر برای ما ساخت، پس کاملا داره درست کار میکنه. دیگه این میمونه برگشت به بازی شما. حالا تغییراتی که خودتون به پلیرتون میدید، ابیلیتی های پلیرتون داره، انمیاتون داره، کجا میخواید اسپون بشن و چیزهای دیگه که خودتون میدید.